بسم الله الرحمن الرحیم. گروه طالبان مفتی عبدالشکور حنیف را پس از نشر انتقادهایش از گروه طالبان بازداشت کرده است. او همچنان از تدریس در مدرسه و ایفای وظیفه به عنوان ملا امام منع شده است. از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی برچن از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟ سلام بر شما، وقت بخیر. بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستین. 4 فوریه 2024 میلادی و 15 دلوه 1402 هجری شمسی است. گروه طالبان در شهر کندوز مفتی عبدالشکور حنیف را بازداشت کرده است. این عالم دین در اواخر انتقادهای شدید نسبت به کارکردهای گروه طالبان داشته است. به تازگی ویدیو از آقای حنیف در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده که گروه طالبان را متهم به تبعیض و ظلم بی‌امان کرده و میگوید که به عنوان یک مسلمان و عالم دین نمیتواند در قبال چنین جنایت‌های سکوت کند. آقای حنیف هرچند که این کلیپ را حدود یک ماه قبل ضبط کرده بود و یک ماه قبل این صحبت‌ها را در مسجد داشته است، اما این موضوع چند روزی میشود که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها درس کرده و بازتاب گسترده‌ای نیز داشته است و با استقبال گسترده شهروندان کشور مواجه شده است. گروه طالبان اما پس از نشر این کلیپ در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها آقای حنیف را بازداشت کرده و وی را به عنوان شخص منافق و حتی غیر مسلمان یاد کرده است. هرچند که طالبان به گونه رسمی تا به حال این موضوع را تایید و رد نکرده است، اما منابع در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که طالبان بسیار رفتار خشنی با آقای عبدالشکور حنیف داشته است. عبدالشکور حنیف در ویدیویی که از او به تازگی منتشر شده با انتقاد از گروه طالبان گفته است که ظلم در حق مردم بیش از حد است و طالبان به بهانه‌های مختلف مردم را چور میکند و مالیات سنگین میگیرد. از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته میشود، یکی برچن از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟ او همچنان گروه طالبان را متهم به قومگرایی کرده و تاکید کرده بود که ظلم در حکومت طالبان آنقدر زیاد است و اگر کسی صدا بلند کند و انتقاد از طالبان داشته باشد، بر او برچسب داعش و یا مقاومتی را زده و در نهایت سر به نیستش می کند. یک نفری بیچاره اندک صدای خود را بلند بکند که این ظلم است؟ تابه های تیار است، تابه مقاومت، تابه داعش. این عالم دین اما گفته بود پس از آن که طالبان به مردم برچسب زد، بالاخره بر او چاپه نیز میزند، یعنی پس از تاپه چاپه میزند و در نهایت آنان را بازداشت میکنند و یا به قتل میرسانند. بعد از تاپه چاپه است، ببر بزن 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 که تو حتی خاصیت اینش را آباد نمان. این عالم دین همچنان تاکید کرده بود که در واقع حکومت طالبان و حکومت‌های قبلی که در افغانستان وجود داشته، حکومت‌های تقومی و انحصاری هستند و دلیلشان همی هست که اینا یک قوم کوچکی در یک گوشه‌ای از شبه‌قاره هند بودن و در نهایت چون مردمان بسیار متعصب و بی‌رحم بودن، مورد توجه استخبارات منطقه و جهان قرار گرفته و از آنها به عنوان ابزار استفاده شدند و برای که در قدرت بمانند اونها را مثل نوکر و بازچه دستشان مورد استفاده قرار میدهد. اکنون ما آقای حنیف از سوی طالبان بازداشت شده است و از وضعیتش در زندان کدام جزئیاتی در دسترس نیستند، اما منابع میگن که در جریان بازداشت بسیار کلمات رکیکی با او زده است. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.